روز چهارشنبه رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان ادعا کرد که رئیس مجلس سنا قصد دارد تا هراس افکنان را به داخل شورای ملی انتقال دهد. اما اینجا این گفته های آقای میرداد نجرابی با واکنش تند سناتوران مواجه شده. رئیس مجلس سنا گفته های آقای نجرابی را رد نموده، میگوید وی به خاطر کسب شهرت طلبی به وی اتهام بسته است. خوب است که اگر از طرف ما کدام اشتباه شده باشد، اگر با عفو میشه که ما از مجلس سنا عفو بخوایم، اگر نشده باشد که مردم آگاه شود، اگر او دوستا احساساتی برخورد میکنن و پروژه دارن به خاطر شهرت خود، بعد از مسلمیار یک کس دیگر پیدا کنن. زما جدن خواهش ده ولسی جرگیه ده اداری آیت ندادی چه خپل دغه جاهل او ناپو کلام په قانون او په شریعت خبر کی پر یو چا الزام لگول، پر یو چا تومت ویل، دغه جزا په شریعت کی څه شده؟ برخی دیگر از این سناتوران اظهارات آقای نجرابی را بدور از منطق دانسته و خواهان پایان اتهام بستن به افراد هستند. این سناتوران تاکید می‌ورزند که گفته های رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان باید بی‌طرفانه بررسی شود. کسی که دارای منطق بوده باشه همچنین یک حرفی را نباید ذکر بکنه و هم منعیس نماینده مردم در خانه مردم. هر کس که علیه یکی دیگه اتهام بسته میکنم مطابق قانون مجازات شود. پس از ایجاد حکومت وحدت ملی هموار انتقاد و اعتراضات نسبت به شیوه حکومتداری در کشور بیشتر شده است، اما مسئولان حکومت تا هنوز به گونه جدی و لازم به صدای مردم گوش ندادند. با این حال دیده می شود که این کار سبب گسترش دامنه بی‌اعتمادی میان مردم و دولت شده است.